بهار تماشا خانه رنگ است که ما با چشم غافل شود، خوصه چشم و دلی این دوستان جوان برنای دلجو که در درگاه عشق و زیبایی و هنرزا کالج جمهوری رسامی رسوم و رویش هنر می آموزند و ساغر گل یا باده رنگ که فقط و فقط از میخانه بهار سرشار می شود، استادان و شاگردان این درگاه خوب می دانند که در این چند مدت بایستی در این حاشیه خیمه زد و از بهار بهره برد و اینک اهل این درگاه که در کلمه بهار غزل سبزیدن را شنیدند، همگی رنگ و برنگ به جلوه آمدند. سلام ای نونهاوانی گلستان، سلام غنچه های صنعت این باغ بستان، سلام وارثان تاج و تخت آل سامان، سلام از شما رخشنده بادا تاجیکستان، سلام. عالم همه خندان شد، نوروز مبارک باد، جان در بغل جان شد، نوروز مبارک باد، یاری بر یار آمد، دو کپ قطار آمد، اندوه گریزان شد، نوروز مبارک باد، بر یار صفا آرید، دنیای وفا آرید، دنیا کی زیاران شد، نوروز مبارک باد. چو لیلک بر حصار آمد، به شاخ گل چنار آمد، زمستان بود بهار آمد، بهار نو مبارک باد. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد، لباس سبز را صحرا ببر کرد، کلاه سبز سفید آهو پسر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبایند دشت و کوه ساران. بهار آمد، بهار آمد، چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. نوروز عجم آمد، نوروز مبارک باد، آن آتش زردشتی افروز مبارک باد، خوش آمد و کی آمد، آن اسپای دای آمد، ساز اسپای نای آمد، نوروز مبارک باد. نوروز وطن آمد، آن کرتا چکن آمد، خوش رنگ و قشنگ آمد، خوش روز مبارک باد. ای قبله جان مادر، دل سوز و جهان مادر، نوروز چمن پیکر گلدوز مبارک باد. نوروز حصار آمد، گل غنچه قطار آمد، هر نوده بهار آمد، هر روز مبارک باد. سرواده نوروزی چکامه گلدوزی از شور و قلم آمد، نوروز مبارک باد. نوروز عجم جشن وطن می آید، بزم و طرب در انجمن می آید، هر شاعر دل داده به یک اجازه با شیوه تازه در سخن می آید. گلها چو عروسی تازه روی زیبایند، بلبل به تماشای چمن می آید، از نکهت گلهای بهاران آره بوی گل و مشک و یاسمن می آید. بخندد لاله بر صحرا و سونی چهره ای لیلا، بگیرید ابر بر گردون و سونی دیده ای مجنون، زی آبی جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید، در آن شسته است پنداری نگاری من رخ گلگون. چمن چمن ناز و نازیدن رنگ را، دشت دشت خیرمن لاله را، آسمان آسمان پرواز پرستو را با مقلم جلوه دادن هنر هر کس نیست و استادان و شاگردان کالج جمهوری رسامی که بهار را تماشاخانه رنگ می دانند، این زمان در این مکان همین سان تماشاخانه رنگ آراسته
پیش نظر بیننده. شتاوره که موشما میدونیم در فصل بهاران همه جا سبز میگردد. پیرهانی سبزی مخملین ببر میکنند. دشت و دمان، تل و تپه، گلپوش گشته پر از سبزه و میسه میگردد. و ما رسامان یعنی مصوران جوان کوشش به سعی میدهیم که در روی کاغذ سفید آن همین زیبایی های طبیعت کشور بهشت آسا را انشا نماییم، تصویر نماییم. چگونه ما در وطن بهشت آسا عمر به سر برده ایستاده ایم، همه جا پر از سبزه گشته است. این کندال نام دارد، اینش نقاشی ارنامند. وقتی ما این رو در پلانشت و تصویر نماییم، این رو بعد کندال نمونه. موزیکوی این کس اساس وقتی که ما این رو در روی ورق تصویر منمویم این چخیل گویم این فکر و اکیدهای ما موشه در این تصویر بعد از این بعد از اون در این ورق تنوک موشه موشه و بعد در کاغذ غفظ تصویر منمویم بعد اون رو بر رنگ ها جل رنگ ها تصویر زیبایی میدهیم بعد از اون بعد زیبایی بود با سیاه‌قلم نمود موی قلم اون رو سیاه قلم می نامیم بعد زبوگیش معلوم می شود رستیگا من نمی دونستم که خودم رسام می شود وقتی که من دخیل شدم بعد با من این کسب مخلوط شد من می خواهم که در آینده با این کسب خود وطنی خود رو در تمام روی زمین معرفی نمویم من از خوردی ارز داشتم که یک دیزاینر خوب شوم بخاطر که بیزید از خانواده ما بسیار به کارهای ساختمانی علاقه داشتن مخصوصا برادرم و من هم میخواستم از کودکی شوق داشتم که به برادرم یکون موافق یکون کسبی نزدیکتر یابم انسانی که به خوندن شوق رغبت زیاد دارد مهم نیست که در کجا میخوند مهم این است که ما عمل کردن ما بیشتر از همه مهمتر است که ما باید در آینده یک هنرمند خوب شویم هنر چیزی خوب است، انسان هیچ وقت در آینده خور نمیگردد. عیب است که در هنر نکوشی، صد عیب که در هنر نکوشی. دانشجویی که با تمیز است، در چشم مردمان عزیز است. فصل سبز باران به جلوه گل دختران گل بدامن مانند بوده و هم روان و هم زبان و هم نواگشتنی هر دو دل را پر از فریادهای بی زبان بین موده که مدار پرواز می خواست همسانیشان از ساغر گل لاله از بوده رنگ و پیمانه هنر آموز این هنریستان
رنگ و برنگ فرح و شادی میریخت در صفای باطن مای بیننده. احساس میشد که کسی غافل ماندنی نیست از دیدن جمال پر حکمت این انجمن. شکری خدا باز به نوروز رسیدیم، با یاری گلندام و دل افروز رسیدیم. این فصل بود فصل جوانی محبت، با صد نیت خاصه به این روز رسیدیم. شکرانه خدا میگویم که نوروز به سرزمین تاجیکان اومده رسید. در کالج جمهوری رسامی به نام میرزا احمد علیموف نیز نوروز را ما با یک شکوه و شخامت تازه پیشواز گرفتیم. نوروزی که آبادی می خواهد، نوروزی که دوستی می خواهد، نوروزی که سرسبزی می آورد زیباست. این جشن بیهوده نیست که در فصل عروس سال، فصل بهار جشن گرفته می شود. بعد صاحب استقلال گشتن تاجیکستان عزیزمان، همه ساله این جشن باشکوه با تمام رسم آیین‌هایش تجلیل کرده می شود. از این سبب ما آموزگاران کالج رسومی به نام میرزا رحمت علیموف سهم خود را گذاشتیم. این آبادی، این سیر و گشت، این تمام خوشی‌های زندگی که ما داریم نوابسته فراموش نباید کرد. سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان می باشد. هر یک شعبه‌ای که در آن شعبه زرگرو تحصیل می نمویان، کندکارو تحصیل می نمویان و نقاشی، نقش و نگاری ملی تحصیل می کنن و این چنین دخترانی که آنها با دختن لباس ها، یعنی با از متاهای گلرنگ که هر گونه لباس ها را آفریدن پیشکشی تماشابینان گذاشته ایم. علاقه ما چندین مراتبه هنرهای ملی خود را به نمایش برآوردیم و دانشجویان ما، یعنی با رسم‌هایی که آنها آفریدن و با نقش نگارهای آفریدن جایهای معین را سزاوار شدن و می‌خواهیم در آینده باز هم هنرمندی ملی را در کالج رسامی صیقل دهیم. با تمام اهل آیله تاجیکستانیان تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. پیش از همه سلامتی، عمری دراز، در دل چه آرزوهایی نکه داشته باشند عملی گردد. بگذار که در خاندان آنها سری و پیری باشد و عمری دراز بینن و موفقیت های نو به نو را آرزومند. بگذار هرچی ما خلق تاجیکمون در دل داشته باشند برآورده گردد. در حق تمام دوستان و نزدیکان، پیش از همه پدر و مادرم، آیله همون، در معلم ها، استادانی که با ما درس میدهند، خوشی، خورسندی تا نوروز آینده همین خیلی خورسند باشند مثل امروز که خورسند بودند. خلاص در کالج جمهوری رسامی بهار جلوه داشت رنگارنگ. در این هنرستان گندم های نوسبز خاک را نسخه یوسفیستان کردند. دال و درختان گلاویز گشتند و همگی سلو و سنای این رویش، این سبزیش و این رسوم زیستن را داشتند بلب که خوش به حالشان و کشایش در کسب و کارشان.